درود بر شما همراهان گرامی و عزیز، به کانال خودتون خوش آمدید. اگر خبر گم شدن 53,000 تن گندم در استان گلستان انقدرها شما رو متاثر نکرد، جای تعجب نیست. این اولین بار نیست که اشیایی که به راحتی در جیب یا حتی در یک خانه یا گاف صندوق جا نمیشن در مجاری دولتی و تحت نظارت دستگاه‌های دولتی مفقود میشن و هرگز خبری از پیدا شدن اونها به گوش نمیرسه. بله، 5300 کامیون یعنی 10 تن گندم به ارزش حدود 20 میلیون دلار حالا در استان گلستان گم شده و در مقایسه با موارد گذشته شاید رقمی ناچیز باشه ناپدید شدن گندم ها، اما بهانه ای تا به گم شدن پیشین اشاره کنیم. گم شده های نجومی که پیدا نشدن و مفقودین میلیاردی. 5300 دستگاه کامیون یعنی 10 تن گندم به مبلغ 20 میلیون دلار، 48 تخت فرش کاخ سعدآباد 3 میلیون دلار، دکل نفتی فورچونا 87 میلیون دلار و بودجه ارضی سازمان صدا و سیما 947 میلیون دلار، 3 میلیون تن فولاد به مبلغ 1 میلیارد و 200 میلیون دلار و 2500 کیلو پانسمان بیماران پروانه‌ای اهدایی یونیسف و غیرت ما ملت ایران که مفقود شده و کسی هم سراغش رو نمیگیره چون قیمتی نداره. شما فرمودید که با آقای نجفی و آقای مشایخ رفیق 35 ساله مثل سه تا برادر بودیم، حسن این هشتو من خوبه که 800 میلیارد میخوام میده، من ازش میخوام کل لواسه رو به نام من بکن میکنه، بگم کارخونه به نام من بکن میکنه. چرا میکنه؟ دوستیه، رفاقته. آقا شما اینجا دوست ندارید؟ ندارید. من چیکار کنم؟ ندارید. حرف اصلی رو زدم. آقای طبری گفتن که ما با هم دوست بودیم، اونها دوست داشتن به بنده اموال بدن و بیش از این هم میخواستن میدادن. و درست میفرمایند. آقای طبری محبوب دلهای متهمان اقتصادی. آه اینه تهمت دیگه. اینم یه تهمت دیگه. و آیا میدونید که پشت پرده حجاب اجباری چیه؟ در همین مورد جدیدترین توییت خانم سبا آذرپیک خبرنگار اقتصادی در خصوص فساد فولاد مبارکه رو بشنوید. او میگه از سال 97 بارها پیشنهاد رشوه از طرف وزرا تا نماینده و رئیس معدن گرفتم. از 60 سکه و ماشین 500 میلیونی سال 97 تا امسال که پیشنهاد رشوه 50 میلیاردی برای پیگیری نکردن فساد 1000 میلیاردی که هر بار هم رسانه‌ای کردم تا هیچ وقت پام نلرزه. اینا چقدر راحت خودفروشی میکنن. بدترین تجربه زندگیم رو در پرونده ثبت سفارش خودرو داشتم و به خاطر انتشار اسناد از دو محل کارم اخراجم کردن این آقایان اصلاح طلب و گفتن یا سند رو بردار یا اخراج. از نعیمی پور تا موسوی لاری. مرحله بعد سلطانی فر بود، معاون مطبوعاتی ارشاد. صدا کرد دفترشو، تحقیر کرد که بیکاری، بیمه، ماشین، خونه نداری، بیا توییتر و تلگرامت رو بده در اختیار دولت، بهت مدیریت میدم، استعلامات هم با من. بغض کردم، رد کردم. در شرایطی که ماهی 3 میلیون قسط داشتم و 7 میلیون درآمدم در سال 97 صفر شده بود، طلا فروختم، قسط دادم و بعد پرونده معروف به آسکوتک سید شریف حسینی معاون پارلمانی سمت و رضا رحمانی وزیر پیش آمد. پرونده آسکوتک دفتر وزارت سمت در آلمان دلالی خرید الکترود برای صنعت فولاد بود. به سازمان بازرسی گزارش فساد رسیده بود و بایگانی کرده بود و پای خیلی ها وسط بود، مثل معید حسینی صدر نماینده مجلس تا زنوزی مطلق باشگاه تراکتورسازی تبریز و کریم منابی. این بار اما پیشنهاد رشوه ماشین سانتافه بود، افشا کردم. معید حسینی صدر بازداشت و حکم 4 سال حبس در بدوی گرفت و سید شریف حسینی معاون پارلمانی سمت و رضا رحمانی وزیر سمت مجبور به استعفا شدن. 7 نفر شکایت کردن، در همه دادگاه‌ها تبرئه شدم. حالا نوبت مجتهد شبستری، برادرزاده آیت الله شبستری بود. هلدینگ این چرخه فساد در آلمانه. این بار پالیزدار از طرف اسحاق جهانگیری سراغم آمد و گفت از طرف ستاد مبارزه با فساد در بین قوا مأمور به پیگیری فساد آسکوتک شده. گفتم چرا چهره گشا مسئول دفتر جهانگیری به سرقینی گفته برو آلمان؟ آنجا امید پسرش و مجتهد شبستری آسکوتک رو میچرخونن که براشفته شد که چطور اینا رو میدونی؟ سرقینی و آسکوتک شکایت کردن. اسناد فساد رو به دادگاه دادم و باز تبرئه شدم.
مجتهد شبستری معذف شد مرخصی بگیره تا شاید آذرپیگ رها کنه. همین رئیسی در مقام قوه قضاییه در جریان فساد زنوزی مطلق و سید شریف حسینی رحمانی و معید حسینی و صدر رو مجتهد شبستری در آلمان قرار گرفت، اما هیچ کاری نکرد. پرونده بعدی رد اعتبارنامه تاجگردون که اصلاح طلب و اصولگرا صف شدن تا منصرف بشم رشوه زمین 2000 متری لواسان که گادفادر اصلاح طلب پیشنهاد داد تا تهدید به بازداشت از سوی امنیتی ارزشی. اسناد رو در 360 صفحه پشت و رو در اختیار دکتر توکلی گذاشتم تا رصد کنه و اگر قبول داشت دست کد خدایی برسونه. پرونده بعدی سالاری میخواست با فشار واعظی وزیر سمت بشه. اسناد بزرگ فسادش در اصلویه دستم رسید، از پیشنهاد رشوه توسط واسطه تا تهدید خانواده، اما افشا کردم. مجبور شدن نامه معرفی او رو برای وزارت سمت پس بگیرن. هنوز هم منتظرم که قوه قضاییه به آن اسناد رسیدگی کنه. و همچنین پرونده تخلفات رزم حسینی و برادرانش آنقدر آشکار بود که دو نماینده در مخالفتش نطق کردند. هر کدام یک سری از اسناد افشایم رو در مجلس قرائت کردند، اما قالیباف و واعظی بسته بودن که به هر قیمت وزیر بشه و با سوء استفاده از تصاویر سردار سلیمانی به زور رأی آورد و امروز خودتون میبینید که چطور رسوا شده. و حالا مهمترین پروندم گوهرزمینه. 1000 میلیارد توسط فلاح مدیرعامل گوهرزمین و جلال معاب و میر محمدی به پیمانکاری داده شده و سازمان بازرسی و بورس و حسابرس فساد رو گزارش دادن. این بار علیزاده طباطبایی و حسین مرعشی تا حسنپور نماینده واسطه شدن. کشور ما غرق فساده و سرمایه کشور رو دشمنان داخلی غارت کردند و به ما میگن آمریکا و غیره همه چیز ما رو بردن. 74 خودروی شاسی بلند در مجلس نظری دادن و خودشون هم اعتراف کردن، اما رهبر از اونا تقدیر و تشکر کرد و گفت که این مجلس انقلابی ترین و جوانترین و کارآمدترین و داناترین مجلس از اول انقلاب تا حالا است. علناً مراجع و مسئولین و سرداران و همه سر در آخور دارند و مردم سر در سطل آشغال و سرگرم حجاب اجباری. ببین من کسی بودم که پاشدم خانم طاهری، زینب طاهری وکیلم بود دیگه. زینب گفتش که من رفتم وکالت محمد سلاس و گرفتم راننده اتوبوسی که رفت تو پاسدار رو مردم روی پلیسا. من کسی هم که پاشدم رفتم تو سلول انفرادی محمد سلاس توی زندان رجای شهر کرج، وقتی دیدمش 26 نقطه سرش شکسته، مچاله شده بود گوشه سلول. شرایطش منو ملتهب کرد. ازش ویدیو گرفتم، صداشو ضبط کردم که صداشو منتشرم کردیم. اسناد در اختیار خانم طاهری گذاشتم که خانم طاهری پیگیری کرد. انقدر اسناد متقن بود، ولی خب سناریو رو چون سپاه ساخته بود که بتونه سرکوب کنه، مجبورش میکرد که دیگه شبانه اینو بکشن بالا. آقای کشکولی که قاضی پرونده بود، من شخصا رفتم باهاش صحبت کردم، با خانم طاهری، با آقای قاضی ملکی، اونم رفتم باهاش صحبت کردم. کشکولی گفت من ویدیویی دیدم که توش این پشت فرمونه. گفتم آقای کشکولی شما ویدیو رو دیدی؟ گفت آره. گفتم کو ویدیو؟ کجای پرونده؟ چرا کسی ندیده این ویدیو؟ گفت من دیدم. ما تمام بعد بچهای قرارگاه رو بهشون ماموریت دادن تمام دوربینای مداربسته کوچه‌های اطرافو تخلیه کردن، در حالی که اصلا این پشت فرمون نبود. یه کس دیگه بنده خدای از خود انصار حزب الله پشت فرمون بود که میاد اتوبوس انصار حزب الله رو جابجا کنه. فکر میکنم این از اوناست، شروع میکنن ساچمه بهش شلیک کردن، این ساچمه میخوره تو چشش، میافته روی فرمون، چشش رو چیز کنه، میره روی چند نفر. بعدم 3 گوله جنگی بهش زدن که دیگه آخر افتاد و مرد. بعد گفتن نه این شهید محسوب میشه. خب اگه شهیده چرا اینم گوله خورده؟ این ساچمه یا بابای من زده؟ اون گوله جنگی ها تو توی جنگی مشخصه کی زده، اصلا سازمانی بوده. اون سلاس بدبخت هم تو کلانتری گوشه ایت کلانتری افتاده بوده، همه فکر کردن مرده، انداختن گردنش، یهو به هوش اومد. اعلام هم کرده بودن سلاسه به هوش اومد، چکارش میکردن؟ گفت برگشتمش گفتن تو یادته رفتی رو مردان؟ گفت نه، اگه شما میگید رفتن رو مردان حتما رفتم دیگه. کل ماجرای سلاسه بدبخ اینجوری بود. من اینا رو من میدیدم، من اینا رو و نمیتونستم ساکت بشینم. و خب اول تلاش کردم که با محمد حسین اول اینا رو داکیومنت میکردیم، میدادیم به رئیس جمهور، میدادیم به رئیس قوه قضاییه، میدادیم به دفتر آقا مکه مبارزه بشه. دیدیم مبارزه نمیشه، دیدیم خود معاون وزیر دزده، خود معاون
قضیه قاچاق مواد مخدر میکنه، قاچاق کالا میکنه، اطلاعات. همین حاج حبیب الله حرومزاده، همین آقای احمد خزایی حرومزاده پوفیوز که معاون ضد جاسوسی بود برکنار شد، الان رفته مؤسسه برای خودش زده تو قم، حجت الاسلام احمد خزایی، این آدم ها و خیلی های دیگه، خیلی های دیگه، این آدم ها آدم های سالمی نبودن. یا معاون اقتصادی، یا همین آقای ادیبی که الان تو معاون اقتصادیه، اینها آدم های سالمی نبودن، آدم های صالحی نبودن، اینها آدم هایی بودن که پول میگرفتن، رشوه میگرفتن و خیلی دیگه. و جان کلام این که جمهوری نکبت اسلامی و همه مسئولینش از نوک پا تا فرق سر غرق فساد و کثافتن. اگر واقعا چند تا رسانه آزاد و عده خبرنگاران جسور مثل این خانم داشتیم، شاید میشد جلوی بخشی از این حجم وحشتناک فساد سیستماتیک رو به کمک فشار عمومی مردم گرفت. هرچند آب از سرچشمه گلالوده. حالا متوجه شدید چرا این روزها فقط به مسئله حجاب گیر میدن؟ یعنی توف غیرت ما که همچنان ساکتیم. پاینده ایران، جاوید شاه، تا ابد و یک روز. بهترین ها رو برای تک تکتون آرزو دارم. روز و روزگارتون خوش.